سلام هموطنهای عزیز، فارسی زبانهای گل در هر سر دنیا که هستین، امید که جور و صحتمند باشین. امروز هم در خدمت شما هستم با همی لباس مقبول خوشرنگ که میبینین، لباس چهار ترگ است و برای خانمهای کلان سال است. اما قبلا هم از این دخته بودم یک دانه، خیلی های شما سوال کرده بودین که ویدیوی تیز است. بله او تیز بوده که ویدیوی اولیم بود، این وقتا نو یاد بودم دیگه، زیاد توضیح هم ندادیم، ولی اینی رو سلو ماندیم و این خوب توضیح میتونم امروز به شما که خوب یاد بگیرین و خیلی ها میخواستن این یاد بگیرن. لباس مقبول است، ساده، چارترگ است که خانمای کلان سال از این میپوشه روی خانه، هم تو راحت کلان باشه میگه و دامنش هم یک ذره کلانتر است. اگر شما مکسی ساده بکنین دامنش کلان نمیایه، دامنش اگر زیاد تر کلان بگیرین تو شنگکدار میایه، چارترگ بهتر میایه. ما همیشه برای خانمای کلان سال به شکل میدوزم لباسای روی خانهشان که بیشتر کتانم است. اگر دوست دارین ایره یاد بگیرین، اول لایک کنین، سابسکرایب کنین، بریم که ببینین چطوری دختر میشه. تیکه ما زیاد است، ما تیکش خوشیم آمد زیاد گرفتم، امی قمان دو تای طاقه گرفتم. ما یک دوی نیم متر خط میکنم، دوی نیم متر یک خط میکنم، اینجا باز یک نیم متر دیگرم این طرف خط میکنم، کلان 3 متر میشه. ببینیم که چقدر میره دایش، کلان چقدر میره؟ دوی نیم متر میره. اگه قد نفر کوتاه باشه دوی نیم متر میره، این قدش دراز سره، امی 3 متر اینجا خط اندازه میکنم. ببین او دوی نیم متر بود، یعنی یک متر نیم متر دیگه هم که اینجا خط کنم اینجا 3 متر میشه، یعنی 3 متر در نظر گرفتیم. ولی قیچی نمی کنم به خاطر که تیکه زیاد است، بون او طرف باشه، اگر اضافه مان باشه اضافه که در سر از دیگه بوره عیف نشوه، از خاطر قیچی نمی کنم. از اینجا همی تو میگیرم قدی پیرانه، از اینجا میگیرم قدی لباسه، قدی نفر هرچی که است. این نفرم من ندیدم، فقط دمه همون تو زنگ زد که تیکه بیگه برای ما لباس جور کو. من اینم تیکه رفتم گرفتم برش لباس جور میکنم، فقط عکسش هم دیدم. 135 میگیرم قدی نفره. من اول پشت و پیش در میارم، یعنی یک قدی نفره میگیرم پشت و پیش در میارم. باز از ارزی از این پیرانه که پشت و پیش در میارم، از ارزش باز آستی ندر میارم، یه ارزش کلان نمیگیرم. اگر نفر خیلی سایزش کلان باشه شما میتونین کلان ارزش بگیرین، این قضیات چاق نیسته. خب همی تو اینی تو دقات میکنم، از ارزشم اینجا از اینجا پشت و پیش میگیرم و از ارزشم آستینه در میارم. اینی تو چهار لا میکنم، میشه چهار لاست. یعنی ببینین اینمی تو که چهار لا کردیم، ارزش 22 سان میگیرم، 22 سان اینجا رو میگیرم. ما دا اینجا هم نشته کردیم، خیلی ها گفته بودن که دا اینج کار کن، من حال اینجا دا اینجا هم نشته کردیم. کسایی که با اینج کار میکنن همو نشته رو انداختیم دیگه. این از این طرفش آستینه میکشم، دیگه ببینین کامری خدای طرف کردم، یک ذره تکان خورده دیگه. اینالی ببینین اینمی قدی پشت و پیش است. از اینجا ما اینالی از این بالا سر شانهشه میگیرم، سر شانهشه اینمی تو 20 میگیرم. البته این پشت و پیش است، پیشم بسته است، شما میتونید همی دیزاین بکنین، پیشوازم بکنین. 20 سان میگیرم سر شانهشه. کش کتان وری است، ولی او تو 100% کتان نیست، کتان است دیگه، خیلی کم. اگر چی داشته باشه، پلاستیک داشته باشه دیگه، یعنی 90% نخست
ابدستان اینجا را میگیرم، ابدستان سه ساندم سرشانه را میگیرم، ابدستان از اینجا از سری بدون سه سان ابدستان دیدین که پایین آمدم، ای سه سانده میزنم، قدی بالاتنه را میگیرم، 42 43 میتونین بگیرین و اینا لینی فاصله ما بین می دو کمره اینجا را 11 سان میگیرم، اینجا را 11 سان که گرفتم اینا لی از این 17 سان که اینجا خط کرده بودم اینا گرد میکنم اینا می تو دایی البته شما نمی بینین نمی فهم می بینین یعنی خط کدگی از مرا از ما خودیم میبینیم نه این فرم شما میبینین یعنی این حالی میتره که در این قسمتی کمر ماندیم اونمو تو خطیم میکنم تا پایین دامنه ببینین یعنی ابدستان اینی تو پایین میاییم اینجا خط کردیم سه ساند سرشانه رو میزنم از یه ابدستان این حالی اینی تو گرد میرو میره تا قسمتی کمره از قسمت کمر باسن به پایین دیگه همون توی کم کم کلان شده میره تا در دامن برابر شوه ببینین این تو من این طرف کش میکنم که ببینین به این شکل یک نفرم در ویدیو قبلی گفته بود که همی دیزاین در روی تیکه ساده قیچی کو ببینید دوست عزیز خب اینجا تیکه زیاد قیمت است من نمی چیز رو که مردم بگویه فرمایش بیتر تیکه بیارم او را قیچی میکنم وگنه که 7 سانده رو یخنشه میگیرم 4 سانده اینجا رو میگیرم اگر نکه تیکه زیاد قیمت است او تو من نمیتونم بخرم تیکه ساده نورده که از تالیره اینمی دو دانه دختیم که دوتایش گلدار بوده این حالی از این قسمت پایین دامن یک سان داری میزنم یک سان داری اینی تو میزنم گرد چوه بعضی ها 4 ترگ میگه بعضی ها 6 ترگ میگه بعضی ها 8 ترگ میگه من خود 4 ترگ میگم یک نفرم یک پرانی همی تو 4 ترگ دوست خالی پیش دوخته بودم اما ویدیوهای اولیم بود در اونجا یک نفر رو دوما مسیج کرده بود که تو اول برو نامش یاد بگی باز بعد بیا ویدیو جور که من نامش یاد گرفتیم وقتی نامش یاد گرفتیم 4 ترگ میگفت دما 4 ترگ گفته که من 4 ترگ میگم ببینی 4 ترگ ده چی میگه ما فقط دونم ترکا دو تیکه که ده پیش روی انداخته میشه دو تیکه که ده پشت سر انداخته میشه ما دونم ترگ میگیم ده و درزاش کار نداریم ما و درزار حساب نمیکنیم که درز لباس حساب کنیم مثلا دو تا درز لباس کل لباس ها داره درز پشت لباس کل لباس ها داره ما دا اونا کار نداریم در درزش هیچ کاری نداریم اونا درز است ترگ نه ترگ ما دا نمو تیکه ها میگیم دو تیکه ای که در پشت سر انداخته میشه در پشت دو تا هم در پیش روی 4 تا ترگ خب به هر حال اگه شما تنها و درزا را حساب میکنین هم مشکلی نداره خب بعضی ها بعض هم خاطر درزا را حساب میکنه که 6 ترگ میگه ارزش 24 میگیرم ارز آستینه قد آستینه دیدین 62 گرفتم ارزشم 24 و علق آستینم 15 سان میگیرم علق آستینه 15 سان میگیرم و دانی آستینم 14 سان میگیرم 15 سان و دانی آستینم 14 سان خب فرق نمیکنه هر کس سر چی بگویه 6 ترک 4 ترک 5 ترگ فرق نمیکنه هرچی بگویه
مونتا یکی دیگه به احترامی نکنین، هر کس رویش خودش داره، هر کس به رویش خود میدوزه. از آران تا خیاط است، میلیون ها خیاط است در یوتیوب، در انستگرام، در هر جای، هر کس قابل احترام است، هر کس اونار خودش داره. نمیشه که بیایی اگر یک نفر به رویش ما ندخت ما در او کامن کنم که تو یاد نداری. هر کس به رویش خودش میدوزه و زیادی ما افغان ها یا ایرانی ها خیلی آدم های خودهایی هستیم. اگر یک نفر آمد در یک رویش دیگه دخت، خیلی آدم ها مسیج کردن، خیلی حرف های بی ربط زدن که تو بلد نیستی، که تو ویدیو جور کردن یاد نداری، که تو خیاط نیستی برو یاد بگی. ما هر چی که بلد هستم، هر چی که یاد دارم با شما شیر میکنم. مهم نیست که من یک خیاطی پروفشنال نیستم، من خودی هم نگفتم که من خیاطی پروفشنالم. من هر چی که یاد دارم با شما شیر میکنم. آدمی بخیلی هم نیستم، هر کس که بخیل است بخیلیش میاد، خودشان ویدیو جور نمیکنن، حالی که من حالی ویدیو جور میکنم بخیلیش میاد، که البته ای آمده مردم یاد میده، تو خودت یاد نداریده من اینطوری میگن. خب هرچی رو که بلدم یاد میتم، در کسی هم به احترامی نمیکنم و هر کسی که به هر رویشی میدوزه قابل قدر است، قابل احترام است. من خیلی ویدیو سعی میکنم، ویدیوهای مردم رو سعی میکنم و به هیچ کس به احترامی نمیکنم. هر کسی خیلی ها به کلان متفاوت از مستن میدوزن، ما امتحان میکنم رویش های کسای دیگر هم میخوایم یاد بگیرم، امتحان میکنم. ولی یک نفری که میای ویدیوی ما رو سعی میکنه، میبینه که ما در رویشی از اون نمیدوزم، باز اینجا کامین میکنه که تو بلد نیستی و ای اینطوری دختر نمیشه یا اینطوری بریش نمیشه. خب عزیزم، تو رویشت فرق میکنه، شما رویشتان فرق میکنه. کسی که برای رویش شما ندخت یعنی خیاط نیست. خب سرتان به درد نیارم و کمربندش بودک. یک کمربندک دایش قیچی میکنم به خاطر که کمرش کلان است، زیاد اندامی نیست، کلان میگیرم یک کمربند دایش میدازم که هر وقت خودش خواستم تو کش بسته کنه یا آزاد باشه. من گفتم این نفر ما ندیدیم، یه عروسی خانم دم زنگ زده و عکس شروان کرد که تیکه بیگه برش لباس بداد. من فقط از روی عکسش برش لباس میدازم. قبلا هم یک دانه دخته بودم ولی یک ذره کلانتر میگیرم وقتی پس پشته، یعنی کسی که نیست اندازش نگرفتیم لباس میدازم، همیشه درزایشم بردارتر میگیرم، یک ذره کلانتر میگیرم و اینی تو کمربند کمرش میزنم که کلان اگه هستم خیره میتونه بسته کنه. ایام ترکایش است، اموتیکا است. ببینین که دولاست، تیکه دولاست اینه میتو عوار کدیم و این افسان یا اشسان این اینجا را میگیرم، افت یا اشسان اینجا را میگیرم، باز در لب یونم افت اشسان این طرف گفته اینی میمونم. ای پشت است یا پیش است فرق نمیکنه، منتها یکش میمونم، یک تیکه را این تو میمونم، از روی ازی ترگش قیچی میکنم. اینمی تو ای را عوار میکنم اینجا، ای پشت است این تو عوار کردیم، در لبی اونم تیکه اونم اونجا که خط کردیم افت اشتان ای طرف آمدیم، افت اشتان را زاپاس میگیرم دیگه در او طرف که از او طرف دامنش کلان شوه، دامنش کلان شد و افتش سان زاپاس در طرف و اینی را این تو میمانو میره برابر یمی قیچی میکنه. میتونین برابر یمی هم خط کنین، اینی میتون من یک سان از داخل گفته این خط میکنم، اول اینی میتون از لب در بیازی خط میکنم، بز وقتی اینا لقیه یک خط دیگه او طرف ازی خط خود میکنم، بخاطر که اگه درزم میگیرم دیش. خیلی فکرتان باشه که لباسی که ترگ داره است اقی درز زیاد بگیرین دیش، من اقی درزی ترگ از اینجا میگیرم. دیدین اینی تو که خط کردیم، باز اقی درز شو اضافه میگیرم اینجا
دوری بغلش اینال از اینجا میگیرم، دوری بغلش شست است، نسب شست است که سی میشه، سی و دو میگیرم شه، یعنی به تو دوری بغل سی و دو میگیرم و اینالی از اینجا یکم کچ میکنم اینجا القاستینه. ببینین سعی کنین زیاد اینجا را کلان قیچی نکنین که کلان میایه. اگه خورد بود میتونین آخری ایشا قیچی کنین، کلان قیچی نکنین که چاره نداره. اینجا اینه میتو اندازه میکنم 27 سانده است که درز سرشانم میره، از اینجا هم درز میره، از ما اینمی برابر میایه. اما 25 هم 26 هم که بگیرین خوب میایه، زیاد کلان نکنین. اینجا کمرش است که کمرش سی میگیرم، یک کمی کمرش تنگتر سی. اینه تو درز کمره در درز زیر بغل وصل میکنم. اینجا یک ذره سختتر است همی قیچ کردن اینجا. خب یک چند دفعه که قیچی کنین یاد میگیرین زیاد مشکل نمی باشه. ببینین من کامره خدایی طرف کردم. اینالی اینجا قد زیر قیچی میکنم، قدش خد میکنم. ببینین یک سان یا دو سان دراستر میگیرم، این تو یکم اگه دراستر میگیرم بخاطر ترگ است بعضی جایش خورد میخورم. اینالی از اینجا عرضی دامنیه مترگه 37 سان، 35، 37 شما میتونین دمی سایز بگیرین، 35، 37. اینجا اما عرض دامن ای تیکه ما خود زیاد است، اینال اگر کلی بر تیکه را بگیرم خیلی کلان میه. اما 35، 37 که امی عرضی امی ترک بیایه بس است. ببینین اینا دستان از دوی نیم متر دستان دیگه او طرف تر رفته، یعنی کلن 2.60 متر در نیمی رفته. یعنی ترگشه که خط کدوم من اینجا از دوی نیم متر اضافه تر خط شد. ببینین اینا حالی که متر یعنی تو ماندم در قسمت کمر، یعنی میتونم صاف خط میکنم از این طرفم از اون طرفم. این حال قیچی میکنم، اول دو دانه ترگ قیچی میکنم، باز دو دانه دیگه شه در روی از دو دیگهش میمانم قیچی میکنم. اول نیمی دو دانه اول سخت است کشیدنش، باز دو دانه دیگهش راحت است، ایره در روی از دو میمانم قیچی میکنم. کاش که تیکه ما ساده میبود بیشتر شما میدیدین. راستی من در روی تیکه ساده هم دخته بودم، یک مانتوی ساده دخته بودم، فکر کنم هست در داخل یوتیوب و مانتو بود عین امی بود، برش امیتوری برش داده بودم. یعنی ببینین تو ما یعنی تو ماندیم که شما ببینین این حاله به این شکل برش داده شده. راستی ترگدار دو قسم ترگ داره، یکی که از بغل میایه ترگش، یکی دیگه هم از سرشانه میایه. یک قسمش هست که از سرشانه ترگش میخوره، ای او تو نیسته، ای از زیر بغل میخوره ترگش. وقتی که ترگش از زیر بغل بگیرین یعنی تیکیتان کمتر مصرف میشه، وقتی که ترگ از سرشانه بگیرین تیکیتان بیشتر مصرف میشه.
ببینین اینا یک دانشه، این دو دانه دیگه، دو جو، یک جفتش قیچی کردیم. خب سعی میکنم اینجاش کجوکولا اگه داشته باشه، کجوکولاش قیچی میکنم. یک کم اینجا کج است. وقتی که ترگ دار میکنین از دو طرف وی ترگ کلان میشه، خوب دامنش گیرد خوبش میایه. یک ساندم از اینجا میزنم گرد میکنم که افتاده استاد نشوه. خواهی دو دانش بود، دو دانه دیگه شم اینمی از این بری ازی که برامده که از سو کشیده میشه. این حالی او را در روی ازی میمانم، او را در روی ازی مانده از روی ازی میکشم. فکرتان باشه که اگر تیکایتان گلایش فرق میکنه، گلایش بالا پایین داره یا بخمل است، مخمل خوابش فرق میکنه، فکرتان باشه اونا فرق میکنه و تو نمیتونین به این دویش قیچی کنین، بخاطر که این تو میره دی ببینین که تا بالا کدم و اگر که مخمل باشه ای تو خوابش بالا پایین میه، دوتاش بالا میه دوتاش پایین، او را فکرتان باشه. دیگه اگه گلدار هم باشه سعی کنین که اینه تو بالا پایین که میکنین، آخه ای تو گلایش بالا بالا بیایه. ببینین بخاطر که میره تا بالا کردم، چون این طرف باریکتره، این طرف بردار مانده، دامنش از این طرف گرفته شد و خوب در است. ایره در اینمی تو از روی قیچی میکنم، چهار تا ترگ میشه. خدا کنه که مانده نشده باشین، من زیاد گپ زدم در این ویدیو و ویدیو رو هم سلو ماندم، زیادم گپ زدم، زیادم گیله کردم، بخشش باشه. خب واقعا بعضیا یک کامنت هایی نشته میکنن که دیگه دل آدم از ویدیو جور کردن بد میکنه، که دیگه دل آدم میخواد که به قید یوتیوب بزنی. آدمی چند روز پیش بود یک نفر یک کامنتی نوشته بود که کلان یعنی احمق خطاب کرده بودن که مرا احمق گفته بود قد ویدیو جور کردنی. دیگه چی بگوی آدمی تو ایتو آدم آره، واقعا آدم ناراحت میکنه که کل زحمت بکشی ویدیو جور کنی. نمیالیم از ساعت تا ششتیم اینجا گب زدیم، علق و گلویم خشک شده، مشتکای ما پایین است، گب زدن نمیمونم ایشانه، سرصدا کردن نمیمونم که شما آرام بشین. ما ویدیوی خود ریکورد ویس میکنم دیگه، اونو بیچاره را مگه قال مقال کردن نمیمونم. سخت است برای مادر مشتکدار ویدیو جور کردن، خیاطی کلش یک کاری است که زمان میبره. زمانم در اینجا تلاست، زمان تلاست در کانادا، در کلان خارج. این حال اینجا یخنش اقیی چی میکنم؟ یخنش کنگوره یا دلبری امو تو میزنم، دستان اینجا رو میگیرم، نوسان دستان اینجا رو اشسان اشسان اش نوسان بگیرین. همیشه اول یخنه خورد قیچ کنین، اگر خورد بود میتونین کلان قیچ کنین، ایج نهین از اول کلان قیچی نکنین که دیگه چارا نداره. دیگه من اول خورد قیچی میکنم، باز ببینم اگر تنگ بود باز کلان میکنم. این همی تو قیچی میکنم، چون اگه یادتان باشه خانمای افغان، خانمای کلانسال قدیمی ها همو کنگوره را خوش دارن. کنگوره میگن، کنگوره را قدیمی است خوش دارن همو تو. گیرد قدیمی، همی کنگوره گیرد یا افت همو تو، همو تو رو دوست دارن. ایم کنگوره خوب است ای.
یا خشتی میگن دیش کنگوری خشتی. خب و پیشش شد اینی پشت است. ای پیش است اینی تو ای دو تیکه پشت و پیش. یام دو تا ترگی ای دو دانه ترگش است یام دو تا ترگی دیگهش یعنی چهار تا ترگ شد. یام استینایش یام یک کمربندش که اینجا دخته میشه باز خیلی ساده است. دختش ساده است بریش هم ساده است دمک خیلی راحت است به خاطر که ما از زیاد دختیم خیلی دختیم اما مثل آب خوردن است. خب شما هم یاد میگیرین اولی شاید سخت باشه برای شما ای که بودوزین بریش بزنین یک چیزی عادی میشه یک چیزی خیلی ساده و عادی است دیگه. فقط هم قسمتی ترگش سخت ترک بود دیگه آسان است. خب در ویدیوی بعدی باز ویدیوی دختش است. من دو قسمت کردم که دیگه شما خسته نشوین انده یک ویدیو زیاد طولانی میشد یا مسترای یخنش است دیگه. ویدیوی بعدی باز ویدیوی دختش است. لایک و سابسکرایب بکنین که ویدیوی بعدیش از دست نتین. خدا کنه که یاد گرفته باشین. کامین کنین اگه سوالی داشتین کامین کنین. دیگه یا مستری پشتش است. خدا کنه که مانده نشده باشین زیادم گپ زدم. دیگه میوزیک هم نمیمانم بخاطر که وقتی گپ زیاد بزنم پر شوه دیگه جایی برای میوزیک نمیمونه و خیلی هایتون هم گفته بودن که میوزیک نمون میوزیک صداش بالاست. خداحافظتان تا ویدیوی بعد و این باقی تیکه مسته که ببینم با این چی میدوزم باز. خداحافظتان. لایک و سابسکرایب یادتان نرمه.